ویدیو فارسی تقدیم می کند. خالی بندی جناب آیت الله قزوینی. خب شما ببینید در رابطه با ابوبکر جز عمر و ابو عبیده جراح کسی خلافت او را امضا نکرد. بله. شما مطمئن هستید جناب آیت الله که جز عمر و ابو عبیده کسی دیگری خلافت ابوبکر صدیق را امضا نکرده است؟ نشود که بعضی مردم حقیقت را بفهمند و شما را به خالی بندی یا ببخشید دروغگویی متهم کنند. مگر شما نامه ششم نهج البلاغه را نخواندید که امیرالمومنین می‌فرماید همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شیوه با من هم بیعت کردند؟ پس بیعت کنندگان با امیرالمومنین علی هم دو نفر بودند؟ واقعاً فهم و باور شما همین است؟ یا شما هم مثل بسیار دیگر عقیده دارید دروغ گفتن برای ترویج مذهب شیعه ثواب دارد؟ مهاجران و انصار که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در همین نامه ششم نهج البلاغه اتفاق نظر آنها را سبب رضایت و خوشنودی الله متعال می داند، اینها خلافت ابوبکر را امضا نکردند؟ امضای اینهایی که خیر امت یا امت بهتر به وسیله قرآن خطاب شده اند و قرآن از آنها ستایش کرده از نظر شما معتبر نیست؟ کسانی که از الله مژده بهشت جاویدان گرفتند امضای آنها مورد پسند شما نیست؟ شما آنها را قبول ندارید؟ خوب نداشته باشید. در رابطه با عمر هم فقط ابوبکر نسخ کرد، همه اعتراض کردند، ابوبکر اعتراض هیچ کس رو نپذیرفت. جناب آیت الله قزوینی محقق، این است انصاف و تحقیق علمی شما؟ شما مطمئن هستید که خلافت عمر فاروق که عادل ترین حکومت تاریخ اسلام بوده و شخصیت ایشان که دست کم در تاریخ اسلام مقتدرترین نمونه مدیریت و عدالت بوده فقط با انتصاب ابوبکر صدیق انجام شد؟ همه یعنی همه مهاجرین و انصار که سران و نخبگان جامعه اسلامی بودند اعتراض کردند و ابوبکر اعتراض آنها را نپذیرفت؟ شما که نفرمودید این همه ای که اعتراض کردند چند نفر و کیها بودند؟ آنچه در تاریخ مسلماً ثابت شده این است که ابوبکر درباره عمر فقط توصیه کردند یا ایشان را به عنوان شایسته ترین کاندید معرفی کردند. آنچه به خلافت عمر مشروعیت بخشید توصیه ابوبکر نبود، بلکه بیعت تمام مهاجرین و انصار بود و در هیچ جای تاریخ ثبت نشده که کسی به بیعت عمر رضی الله عنه اعتراض کرده باشد. اما متاسفانه شما حقایق را پنهان می‌کنید. جناب آیت الله قزوینی، جز شما و امثال شما کدام آدم منصف که اندک سوادی داشته باشد نمیفهمد که خلافت راشده و طلایی خلفای راشدین به خصوص خلیفه راشد قبل از علی رضی الله عنه که تمام جامعه بشری اعم از دوست و دشمن به قوت و عدالت و خدمات و خوشنامی آن اتفاق نظر دارند و طی مدت 25 سال با فتح دلهای انسانها توانستند دو امپراتوری بزرگ آن زمان را به زیر پرچم اسلام بیاورند، نمی توانست تنها با بیعت و رضایت دو نفر منعقد شده باشد؟ در حالی که به ادعای شما تمام بزرگان اسلام یعنی مهاجرین و انصار با چنین حکومتی نه تنها مخالف که معترض بوده باشند. پس مشکل جای دیگری است. جناب عالی و امثال شما که یک نمونه شاذ و خلاف طبیعت در جامعه اسلامی هستید، به دلیل تبعیت از یک فکر و عقیده شاذ و بیمار مبتنی بر عقده و کینه حاضر نیستید خورشید درخشان را در روز روشن در آسمان صاف ببینید. مقصر نه خورشید است و نه مردم، بلکه شما باید بیماری خود را معالجه کنید. جناب آیت الله، توجه داشته باشید که بینندگان و شنوندگان شما همه مانند شما بی انصاف نیستند. بیان شما اصلا نشان نمی‌دهد که با انصاف تحقیق و مطالعه و قضاوت نموده باشید. توجه کنید، خلیفه‌ای که اجماع امت بوده، صحابه، مهاجرین، انصار، همه اجماع کردن، حتی امیرالمومنین میگه به قدری آمدن اصرار کردن نزدیک بود حسن و حسین هم زیر دست پا بماند. بله. علی هرچه گفت دعانی ولتمس و غیری، بابا برید این 25 سال هر کسی رو هر طور انتخاب کرد انتخاب کنید، من حاضر نیستم به اون شرایطی که شما میخواید برای شما خلافت بکنم. ولی آمدن به زور امیرالمؤمنین رو کشاندن و بیعت کردن، بگن آقا در میان این چهار خلیفه کدام یک از اینها به اندازه امیرالمؤمنین مقبولیت داشته؟ کدام یک از اینها بود؟ به ما جواب بدن.
حالا ببینید چطور بی‌انصافی میکنید؟ این اجماعی که شما اینقدر با شد و مد میکشید و این مهاجرین و انصار و همه صحابه که خداوند از همه ایشان راضی باد در زمان ابوبکر و عمر رضی الله عنهما کجا بودن؟ خود علی رضی الله عنه که در همین نامه ششم نهج البلاغه عقیده شما را قبول ندارد، بلکه کاملا خود را تابع شورای مهاجرین و انصار میداند که در رأسشان ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم بودند. ملاحظه کنید که علی رضی الله عنه چقدر با ایمان و قلبی سرشار از محبت به اسلام و مسلمانان و وحدت ایمانی سخن میگوید. این متن نامه ششم نهج البلاغه است. انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. این مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند با همان شیوه با من بیعت کردند. فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد. پس آن را که حاضر است نرسد که دیگری را اختیار کند، و آن را که غایب بوده است نرسد که آنچه حاضران پذیرفتند نپذیرد. و انما الشورى للمهاجرين والانصار. شورا از آن مهاجران و انصار است. فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. اگر آنان بر مردی اتفاق کردند و او را امام خواندند، این کارشان سبب خوشنودی خداوند متعال است. فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. اگر کسی از فرمان شورا بیرون آمد و بر آن عیب گرفت یا بدعتی نهاد، باید او را به جمعی که از آن بیرون شده است باز آورند. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين فوالله الله ما تولى. اگر سر برتافت با او بجنگند، زیرا راهی را برگزیده که خلاف راه مؤمنان است، و خداوند نیز در گردن او کند گناه آنچه را خود متولی آن شده است. پس ملاحظه فرمودی جناب آیت الله، اما شما چطور؟ شما پیرو علی هستید؟ با اینکه چنین ادعایی دارید، متاسفانه اصلا در مسیر علی حرکت نمی کنید. علی که دروغ نمی گفت، علی که مغلطه و تلبیس نمی کرد، علی که با مسلمانان دشمنی نمی کرد، علی که به نام اسلام بین مسلمانان اختلاف نمی انداخت. کاش شما هم مثل ما اهل سنت دوستدار و محب واقعی علی می شدید که تمام صحابه و اهل بیت را دوست می داشتید تا خود را مجبور نمی دیدید که حقایق را انکار کنید و به بخش عظیمی از صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن و نفرین بفرستید. به امید چنین روزی برای خود و شما آرزوی هدایت میکنیم.